با امضا شدن مرحله اول موافقتنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی حکمتیار هنوز هم روشن نیست که چه زمانی گلبدین حکمتیار رهبر این حزب با رهبران حکومت وحدت ملی به دور یک میز دیده خواهد شد. زیرا گفته می شود تا بیرون نشدن نام او و اعضای برجسته حزبش از فهرست سیاه جهانی مرحله دوم این موافقتنامه امضا نخواهد شد. دولت افغانستان امیل لحظه است شورای امنیت ملل متحد از ایالات متحده امریکا تقاضا بکنن بس و تصمیم مستقلانه می گیرن. مایده ها معمولا استوار با مبنای اخلاقی می باشن و این لازم نیست که ما توسط کدام محاکم توسط کدام زوردار تطبیق بکنیم با او متواصل شیم. ما ایالات متحده در 19 ماه فوریه سال 2003 میلادی نامه حکمتیار را از بحر دست داشتن در فعالیت‌های هراس افغانانه در فهرست سیاه این کشور جا داد. کوم جنگون انکاریان چې د عمل لري باندې کوم مثبت تاثیر نه کوي او دغه راتګ یو سیاسي راتګ دی او دغه پراتګ باندې دلته ډیر سیاسي موضوعات چې غواړي دغه ملتغه څخه استفاده وسی. حکومت در قبال صلحی که همراه آقای حکمتیار قرار است انجام بده امتیازات سنگینی را قرار است بپردازه. در کنار این نگرانی ها تاکید حزب اسلامی بر مبارزه تا خروج آخرین سرباز خارجی از افغانستان بخشی است که برای بسیاری ها به دور از تفاهم نامه این حزب با حکومت افغانستان گفته می شود. دواره رهبران او دواره تیمون او طول افغانان پا مجموع که داخل کده که خارج کده اگر در سول در خبر و ملاتر که قرار است توافق نامه صلح از سوی رئیس جمهور غنی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در آینده به امضا برسد.